حتی بچه ها میتونید این داخلی ها رو نکشین، کار نکن، همین دور تا دور فقط بمونه، این کار هم میتونین انجام بدین. لزومی نداره حتما بیاین با دیتیل کار کنین، ولی من چون بیشتر دوست داشتم روی لباسش مانور بدم و لباسش خیلی تو چشم باشه، اومدم این کار رو کردم و الانم میخوام با رنگ آبی در واقع بیام روی لباسش کار کنم و بهتون نشون بدم مثلا اکریل رو چجوری کار میکنن توی اسکچ. اما یه چیزی که هستش توی ترمی که مربوط به چهره آریانا، اونجا هم لباس اکریل دار رو بهتون آموزش دادم. این قسمتی که نزدیک دستش هست رو حتما هاشور بزنید، میتونه عمودی باشه، میتونه اینجوری مورب باشه، فرق نمی کنه، یه حالت مثلثی باید هاشور بزنید. این قسمت سرشونش رو عین قسمت زاویه چونش کار کنید، 2 میلیمتر فاصله از سرشونه میدین و به این شکل. یه چیز دیگه هم که میخواستم بهتون بگم بچه ها، یادم رفت که صورتش نشون بدم، شاینای روی گونه است. میتونید دوندون بکشین، میتونید یه دایره بکشین توش رو سفید کنین، چون اونو تو ترمای بعدی گفتم، اینجا این دوندونه رو بهتون میگم. روی بازوش هم میگم، بازو سرشونش هم این کار رو بکنید حتما. وقتی ازش تو نور عکس میگیرین و خوش میشه، خیلی خوشگل میشه. قسمت پشت بدنش رو هم ما یک کم سایه میزنیم، سایه که بیشتر حالت هاشور دیگه، ولی این قسمتی که نزدیک لباسش هست رو بیشتر باید تیره بکنیم. خب و اینجایی که اینجوری تیره شده رو یک کم من با پاک کنم، پاک میکنم از این حالت در بیاد. خب این از این. باز هم جا داره مثلا یه هاشورای ریزی بزنید، ولی اگر دوست داشتین، که دوست نداشتین که هیچی، هیچ اجباری نیست. حالا برای لباسش ببینید، من از رنگ آبی پریسما کالر استفاده میکنم. 2 تا رنگ آبی داره، اینا روشنن، خیلی هم خوشگلن. البته مثل اینکه 3 تا داره وایسین. یکیش شماره 1023، 1087 و 1086. خب اینا رو من میام با شماره 1086ش که روشن تر هست، یه کمی اینا رو رنگیش میکنم تا حدودی، نه خیلی. بعد یه دید کلی از عکس بر میدارم، میبینم وسط تورا تیره تر آبیش. خب پس این روشنه رو برای اطراف تور من استفاده کردم، همطور که دارین میبینید از این روشنه برای اطراف کارم استفاده کردم. بعد یه دونه آبی هم داره شماره 1087 که یه کمی تیره تره، نه خیلی، و توناژش به بنفشی هم میزنه تا حدودی، اگه بخوای دقت کنی، یعنی همینجوری که نه خیلی. بعد اون یکی که تیره تر بود 1023 فکر میکنم، اینو وسط میزنم و همه جای تورش هم کار نکردم. دیدین یه دونه آبی هم پولیکروم داره، 154. بچه‌ای که چهره مداد رنگی کار میکنید و تو دوره هستین، اینو بهتون گفته بودم بگیرین. اینو میتونین اینجا هم یکم بزنید، مخصوصا روی قسمتایی که با مداد خط و خطوط انداختین. دوباره میریم همین مراحل رو
روی بقیهشون هم کار میکنیم، ولی من ویدیوشو میگیرم که شما ببینید. و میبینید من اونقدر دقت به خرج نمیدم برای کار کردن با این رنگا، چون واقعا قرار نامنظم انجام بشه و هیچ نظمی نباید داشته باشه. دوباره این آبیه رو این لبه میدم، توی عکس اینجا تیره تره. و یه موضوع دیگه هم که هستش، با پولیکرومتون جاهایی که مرز پررنگی داره رو میتونید مشخص تر کنید. دوباره این بر این تیره بود، این بر میاییم لبه ها رو از روشنه استفاده میکنیم. واقعا مداد رنگی پریسما کالر خیلی خفنه راستشو اگر بخواییم، مخصوصا سفیدش و رنگای پوستش. یه سری رنگا مثل اینا داره که پولیکروم نداره، یعنی مثلا پولیکروم همچین رنگای پاستیلی نداره. واقعا من خودم پیشنهادم بهتون اینه که اگر نمیتونین پک کامل 150 رنگ پریسما کالر رو بگیرین، کاتالوگ رنگیشو بگیرین از فروشگاه و رنگای پاستیلی و رنگای چهرهشو داشته باشین، مخصوصا سفید. ببینین چقدر تاکید میکنم، سفیدش خداست. اینجا هم دوباره تیره تره. و از اینم یک کمی استفاده میکنم. اینجا هم یک کم مرز افتاده، مرزش تیر است، یعنی با پولیکروم معلوم میکنم. بعد از اون حالا مثلا شما میتونید بیاین یه سری رنگا مثل این بنفشه، این بنفشه هم خیلی خوبه، شمارش 956 هست، از اینم استفاده کنین. میتونین نکنین بچه ها، هیچ الزامی نیست. بگم حتما بیاین الان از این استفاده کنید، نه. میتونین حتی آبیارم نزنین، همجوری ولش کنین. ولی من اینو هم بهتون گفتم که سوال میکردیم اسکچ های رنگی چجوریه، یعنی چجوری اینا رو رنگی میکنی، به این شکله. بعد از اون میایم با خودکار سفیدتون شروع میکنین یه سری شاینا. بعد ببینین من خودکار سفید رو چجوری گرفتم، حالت مورب و عمود داره، اینجوری اصلا کشیده نمیشه، باید اینجوری بذارین. این نقطه های ریز رو میتونین روش بندازین. حالا یه چیزی که هستش، میتونین از اکرولیک سفید هم استفاده کنین، رنگ اکرولیک سفید، رنگ سفیدش. خب با قلموی 3-0 ظریف بیاین از رنگ بردارین، مثلا گواش روی این قسمت رو بزنید. و اینجا شما هیچ اکریلی نمیبینین توی لباسش. من اینی که الان دارم میکشم و تجمع اکریل رو اینجا بیشتر میکنم برای اینه که اسکچتون خیلی 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 قشنگتر در بیاد و با شاین سایه و نمیدونم سرشونهاش و اینا مچ تر بشه. و یه سری هم رنگا با همدیگه هارمونی خیلی قشنگی داره، مثل آبی و بنفش و صورتی، مثلا نارنجی و زرد و قرمز، مثل سبز و صورتی و زرد. خب اینا مخصوصا پاستیلیاش خیلی خیلی با هم قشنگ میشه. رنگای مکمل هم که میدونین دیگه، قرمز و سبز رنگ مکملن، بنفش و زرد رنگ مکملن و آبی و نارنجی هم رنگ مکمل هستن. از اینا هم میتونین کنار هم دیگه استفاده کنین. رنگای مکمل یعنی رنگایی که همدیگه رو خونسا میکنن و ترکیبشون با همدیگه رنگ خاکستری میشه. تو طبیعت هم خیلی میبینین، مثلا روز قرمز، سبز و قرمز کنار همه که دوتا رنگ مکمل هست. این از این. این از اتمام کارتون. حالا
برای امضا زدن شما میتونید اینجا امضا بزنید. ببینید مثلا من الان یه امضا اینجا میزنم، امضای خودمو. میتونید حتی با مداد رنگی هم این کارو بکنید. خب بریم طرح بعدی رو کار کنیم. امیدوارم که دوست داشته باشین، اینو کلی چیزم یاد گرفته باشین. یه کار دیگه هم میتونید بکنین، قسمت وسط چتریاش رو هم به صورت خطای دیدین مثلا این نوار قلبه که بالا پایین میشه چجوری، اونجوری کوتاه بلند کوتاه بلند بکشین که شاین بیفته. و حتی اینجا رو هم میتونید